بذارید اول ازتون بپرسم، برای الان سالگرد انقلابی که معروف ترین عکس های انقلاب هم عکس هایی هست که شما گرفتید، خیلی از اونها الان روی تم، روی در و دیوار، جاهای مختلف هست. میدونستید که قرار هست که این عکس ها اینقدر جاودانه بشن؟ نه، وقتی که عکس میگیری فقط تو عکسه، بعدا عکس ها ممکنه مردم ببینن، میره تو کتاب، میره تو پوستر، میره معروف میشه، ولی اون موقع عکس عکس فقط. چیز عکاسی چیز سختی نیست، اینو مردم میکنن خیلی بزرگش کردن، عکس میری دوربین، میری تو خیابون عکس میگیری و میای عکسات نشون میدی، تمام شد. این احتمالاً کسی میگه خیلی راحته برای شما، راحته خیلی راحت. الان ما سه تا از عکسای شما رو که انتخاب کردید خودتون آوردیم برای اینکه نشون بدیم، ببینیم که این عکس‌ها برای خود شما چه معنایی داشتن. مثلا عکس اول عکس شاه هست در 30مین سالگرد پایان فرقه آذربایجان. درسته. در مورد این عکس برامون بیشتر بگید. خب این عکس برای من جالب شد، برای اون موقعی که گرفتم که البته ندیدم، ولی البته نگاه کنید این شاه می‌بینیم با بوت و با اون لباس رسمی و اینا، خیلی شاه دیگه، ولی اگه از نزدیک نگاه کنید قیافش نکنه یه چیز عجیبی تو قیافش هست، بعدن دستش هم اینطوری گرفته معلوم نیست، مریض اون موقع مریض بوده ولی نمیدونست. دو سال قبل از انقلابه، دو سال قبل از چیز پیروزی انقلاب. یه سمبولی هست که من اون موقع موقع عکس گرفتم ندیدم، نگاه کنی شمشیر دست خودش نیست، شمشیر یعنی قدرت، دست رئیس دربارشه. بعدا فهمیدیم که این عکس مهم شد. عکس بعدی عکس آقای خمینی هست، خیلی خیلی نزدیک هست، کلوزآپ هست. چطور این عکس رو گرفتید؟ واقعا اینقدر بهش نزدیک شدید یا زوم کردید؟ نه اتفاقا اینقدر نزدیک بودم برای اینکه یادم میاد قم بودیم، آقای خمینی رفته بودن رای بدن، بعدا از ماشین که آمد بیرون من وایسادم دیگه، آمد بیرون اینقدر بهش نزدیک بودم که مجبور شدم عقب برم، با یه لنز چیز داشتم، تله کوچیک داشتم، اینطوری عکس بگیرم. بله. خب اون موقع میدونی هر کی، کسی که جلوی عکاسی نمیگیره، اوایل انقلاب بود و اون، اینم عکس برای من جالبه برای اینکه اون چی میگن اون قدرت، اون نفوذ نگاهش، نفوذ نگاه آقای خمینی معلومه، اون فنتیزم، فناتیکه، فناتیک معلومه تو چشماش دیگه. در مورد عکس هایی که بعدها گرفتید، سالای بعد از در واقع اصلاحات هم شما برگشتید دوباره در ایران، چه تحولی حاصل شده بود؟ به نظر شما چقدر فرق کرده بود نسبت به سالای قبل و سالای اول؟ خب معلومه دیگه، وقتی که من مثلا 17 سال نرفتم ایران، من اینکه دیگه آزاد نمیتونستم کار کنم، وقتی که آقای خاتمی شروع کرد دوران انتخابات برگشتم ایران. منم اون 10 سال مرتب میرفتم میان، خیلی آزاد کار میکردم دیگه، کسی مانع عکاسی من نبود. اون میخواستم نشان بدم این نسل جدید چطور رفتار میکنن، چطور اپوزیسیونشون چطور میشنن ضد رژیم اسلامی. منم روی جوونا، یعنی مخالفتشون روی جوونا و روی خانوما و روی آرتیستا. بعد این مثلا این عکسی که میبینیم خانم شادی پرند طرح لباس میدن دیگه اینا، نگاه کنید مثلا با چادری که چی میگن رژیم اسلامی اجباری میزنه روی خانمها، در یه چیز لباس قشنگ طرح میده. برای همین برای من این عکس جالب بود، برای سمبل نسل جوان. شما هم بال نسلی هستید که عکس رو روی نگاتیو میگرفتید، صدها عکس بعد گرفته میشه تا یکیش عکسی باشه که واقعا دلتون میخواد. الان که دنیای دیجیتال هست، میشه به هر حال عکس ها رو راحت تر گرفت، چقدر تو کار شما چقدر تاثیر گذاشته؟ تو کار من تاثیر نذاشته، تو کار مردم تاثیر گذاشته. ولی همه عکاس شدن، خیلی راحت عکس گرفتن. اون موقع خب البته صدها عکس نمیگرفتیم، 10 تا عکس میگرفتیم یه دونه شده در میاردیم. حالا مطلی فرق نکرده، البته با دیجیتال نه که مجانیه دیگه، پول فیلم نمیده، حالا اونم کمی بیشتر عکس میگیره، ولی خب بیشترم دیلیت میکنه این عکس ها، ولی خود دید عکاسی عوض نشده. اون چی میگن ولوم عکاسی، این همه مردم که عکاس شدن خب برای خودشون عکس میگیرن، ولی اون عکس یا فقط سناپ شاته. جالبه این صحبتی که میکنین در مورد عکاسی، برای اینکه عکاسی در ایران به خصوص خیلی طرفدار، خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی از بچه‌های جوان علاقه‌مندن به عکاسی. تو جوان‌های عکاس کارهای کدوما رو می‌بینید؟ کدوما رو بیشتر دوست دارید؟ خیلی میبینم، روی سایت خیلی هستم می‌بینم. این جالب بود که بعد از انقلاب بیشتر عکاسی بهتر عکاسی صنعتی بود، ولی حالا خیلی عوض شده، یعنی بیشتر عکسای مثلا راجب شخصیت خودشون، راجب تاریخ، بیشتر اینجور کارو میکنن. اون جالب، اونم جالب، خیلی جالب شده.